سلام، من امیرضا کرمی هستم و توی این آموزش می‌خوایم با همدیگه بپردازیم به ساخت یک در سقف تاشبنده و یا همون فولدینگ استراکچر آن روف که با همدیگه می‌خوایم مدل سازیش بکنیم. خیلی روند ساده‌ای هم داره، فقط یه دقت کوچیک می‌خواد در زمینه استفاده از لیست ها. به غیر از اون آنقدرها که فکرشو می‌کنی روند سختی نیست و به صورت پارامتریک هم مدل میشه تا بتونید شما این رو سازه رو ببندیم و باز بکنیم که خیلی کنترل کامل داشته باشین روش و به طور کلی تمام این سازه دارای پارامترها و ولیو هستش که قابل تغییر هستن و شما میتونید با کنترل اونها فرم های متنوعی رو از این بکشید بیرون. من خب حالا این فرم رو خواستم بتونشون بدم در ابتدا که ببینید که از چه روندی میخواییم استفاده بکنیم در ساختش و اینکه در اصل فرم رو داشته باشید. حالا کنترل پوینت ها رو که قطعا در آخر ما خودمون حذف میکنیم که فرم رو بهتر ببینیم، فقط این یک شمایی از اتفاقی که در آخر میفته. روند رو اگر با من دنبال بکنیم جواب رو حتی بهتر از این چیزی که داریم میبینید هم میتونیم داشته باشیم. من چیزی رو که هست دیزیبلش میکنم که دیگه چیزی وجود نداشته باشه و از اول شروع بکنیم. ما خب قاعدتا وقتی داریم میبینیم که یه سقفی داریم که در یه جهتی هم شبیه به یک آشیانه میمونه و اکستند شده، یعنی یک سازه‌ای داره و در یه جهتی اکستند شده و شکل گرفته، خب قاعدتا یه اول و آخری داره که یه فرمی دارن دیگه. حالا این فرم چون نشأت گرفته از یک آرک هستش، ما نیاز داریم این آرک رو مدل بکنیم و ما بین این هم، یعنی ما بین آرک اول و آرک آخر هم یک سری آرکی رو قرار بدیم. یعنی این رو نیاز داریم به انجام دادنش و از همین الان هم باید این قضیه رو در نظر بگیریم که ما قراره اینها رو با یه فاصله مشخصی از هم دیگه در نظر بگیریم. این فاصله، این x که حالا هر چیزی که اسمشو میخواییم بذاریم، این فاصله مهمه. یعنی این حکم اینو داره که من سازه من بازش انقدره و از اون میخواد کوچیکتر بشه، یعنی در نهایت این میخواد جمع بشه و نیاز داریم به اینکه این آرک ما یه ابتدایی داشته باشه که برامون مشخص باشه. یعنی به عنوان مثال من هر سمستری که اینو در نظر میگیرم، این پهنای سمتر، پهنای سمتر باز اینه و این قرار فولد بشه بسته بشه. به غیر از این، حالا اگر بخوایم فرم رو در اصل مدل سازی بکنیم، به یه دونه نقطه اول، نقطه دوم و یه نقطه سوم بر آرک نیاز داریم دیگه. یعنی آرک یه استارتی داره، یه اندی داره و یه دونه میت پوینتی داره که در اصل باهاش آرک شکل میگیره و این شروع میکنه به اینکه در اون جهت برای ما فرم رو شکل بده. پس ما نیاز داریم اول یه آرکی رو تولید بکنیم، بعد این آرک رو تکرار بکنیم در یک جهتی و حالا در ادامه باهاش یک سری کارهایی رو انجام بدیم. پس بریم سراغ این که خود آرک رو مدل بکنیم. من اینجا اگه بریم مثلا آرک، گزینه آرک 3 پوینت برای من گزینه یکی جواب میده چون 3 پوینت هم لازم دارم. خب به 3 نقطه نیاز دارم. با زدن x y z construct point میاد، میتونیم بزنیم. خب این نقطه اول منه، نقطه اول من start point میتونه باشه که اصلا مهم نیست، یعنی من با این گزینه مشکلی ندارم. گزینه دوم من قراره در نقطه end بره، یعنی آخرین نقطه باشه و حال یه جهتی رو باید براش انتخاب بکنم. من همون جهت x رو انتخاب میکنم و مقدار مثلا 11.5 می‌بینید که مثلا یا اینجا اگه من بیام این و بهتر می‌تونیم ببینیم. بذاریم من فعلا روی حالت شیدت باشم، توی شیدت بهتر می‌تونیم ببینیم. می‌بینید که 11 مقدار کمه، من زیادش می‌کنم و مثلا به همین مقدار 27 چیزی کفایت می‌کنه. مقدار وسطی، مقدار وسط قاعدتا وسط این دو نقطه با یه ارتفاعی، وسط دو نقطه رو با اوریج در میارم با اوریج در میارن و بعد از اون میان اوریج رو موو میکنن. چجوری در جهت زد مووش میکنن؟ یک یونیت زد میذارن و این اوریج رو یک یونیت زد بهش میدن، یکم بیارم میبرتر و یه مقداری بهش وارد میکنن، مثلا چه میدونم 11.5 و میبینید که مثلا آیا از اندازش راضی هستین یا نه، که حالا فعلا با این کار نداریم و اینو بس میکنید. اینجا میبینید که آرکتون شکل میگیره، این آرکتون رو میتونید کنترل کنید. پس این
کلن کاریه که در اصل برای ما دست آرک پوینت ها رو تولید کنه، درسته؟ من یکم بکشمش پایین. آرک پوینت ها رو تولید میکنه. از این آرک ما باید یک سری کپی بگیریم. کپی گرفتن خب جهتمون قطعا جهت وای خواهد بود، عمود بر جهت ایکس. پس من نیاز دارم اینو مووش بکنم، آرک رو. جهتی هم که باید مووش بکنم وای هستش. خب تا اینجاش که اوکیه، ولی من یه دونه شو نمیخوام، چندین تا میخوام. برای اینکه یه چند دست استپ داشته باشیم نیاز داریم به سریز. سریز رو به این وصل میکنیم، قاعدتا یه عدد داره دیگه، عددش به صورت عادی یکه. من میام اینجا اینو به این وصل میکنم که چندین عدد به این وارد بکنم. میبینید که حالا به صورت عادی سریز 10 تا عدد تولید میکنه و 10 تا رو داره نشون میده. اینجا من توی نامبر میتونم استپ هم یا همون فاصله ها رو بسنجم. یعنی مثلا من اگه این رو بزنمش 1.5، قاعدتا فاصله بیشتری رو دارم میسنجم و فاصله کمتری رو. اینجا هم تو کانت که میتونید تعدادش رو بسنجید، مثلا 11 تا بخواید، 12 تا بخواید، 13 تا بخواید و الی آخر. پس این دو تا گزینه هم گزینه‌های مهمی هستند. فعلا جای اینا رو تکون نمیدیم، ولی در آخر خب قاعدتا اینها به همراه اینها میان. در این دو تا رو بذاریم من از داخل گروه پزشون بکنم. اینها به همراه اینو میان و یه پنلی رو تشکیل میدن. فعلا بهشون نیاز نداریم، فعلا همینجا باشن، کار داریم باشون، بعدن میبریمشون اونجا. من اینا رو میکشم این پایین و قاعدتا اینم که برای ما آرک رو به صورت دست مالتیپل در آورد. پس اینجا کنترل جی میزنیم، اینجا میبینیم آرک مالتیپل. و از اینجا به بعد قضیه میرسه سراغ این که من اینا رو یکم بکشمشون هم پایین تر که توی بحث نباشن. محض میره سراغ این که من اگر یه آرکی رو دارم، یه آرک دیگه ای هم دارم، یه آرک دیگه ای هم دارم، بذاریم 4 تا آرک رو بکشم، من قراره چی کار بکنم؟ قراره همه اینها رو به یه تعداد نقطه‌ای تقسیم بکنم. اوکی، همشون باید تعداد نقطه هایی که تقسیم میشن توشون یکسان باشه. و قراره چی کار بکنم؟ قراره بگم که اوکو از آرک اول نقطه اول رو بردار، آرک دوم نقطه دوم بردار، آرک سوم دوباره نقطه اول رو بردار، آرک چهارم دوباره نقطه دوم رو بردار. و همینجوری برو ادامه بده، دوباره این رو انتخاب نکن، این رو انتخاب بکن، دوباره این رو انتخاب نکن، این رو انتخاب بکن. در مورد آرک بعدی این رو انتخاب نکن، این رو انتخاب بکن، دوباره این رو انتخاب نکن، این رو انتخاب بکن. دقیقاً جا به جای هم دیگه. برای چی؟ برای اینکه من قراره بیام و اگر اینو بکشیم و قرار بیام و از این نقطه به این نقطه وصل بکنم، از این نقطه به این نقطه وصل بکنم و دوباره مثلا از اینجا به اینجا وصل بکنم. و وقتی در مورد این یکی خط صحبت میکنیم، چون قاعدتا از این داریم رد میشیم و به این داریم وصل میشیم، قاعدتا دوباره به این صورت اینا با هم وصل میشن و این فولد شما شکل میگیره و همینجوری میتونید ادامه بدین این رو. پس ما نیاز داریم به اینکه اولا آرک هامون رو جدا بکنیم، یعنی یه آرک صفر داریم، یه یک داریم، یه دو داریم، یه سه داریم. اولا که آرک هامون 0 2 4 و الی آخر شبیه هم رفتار میکنن، 1 3 5 7 شبیه هم رفتار میکنن. دو، در آرک های 0 اول سوم پنجم هفتم، توی مثلا آرک های 1 3 5 دوم چهارم ششم هفتم، یعنی حتی در خود آرک ها هم دسته ها با هم دیگه تفاوت خواهند داشت. داریم میبینید دیگه در تصویر. خیلی دست بحث سخت و پیچیده ای نیست، خیلی ساده دست ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که آرک ما در دو دسته متفاوت و هر دسته داره یه دست پوینتینگ متفاوت یا حالا دسته های پوینت متفاوت خواهد بود. من این رو اوکی میکنم، اینو فعلا میذارم اینجا باقی بمونه، میذارم اینجا پسرم میذارم اینجا باقی بمونه که ازش استفاده بکنیم. و اینکه من این پوینت هایی هم که اینجا تولید کردیم و من پیویش آف میکنم که خود آرک رو فقط ببینیم. من الان آرکیو که دارم میام و خیلی ساده میخوام به دو دسته تقسیمشون بکنم. آسون ترین کاری که میتونیم بکنیم دیسپچه، خیلی ساده. این الان همین الان دو تا دستتون رو تولید کرد،
اصلا لازم نیست به پترنش دست بزنید. این دسته اولتون همونطور که داریم میبینیم، اگه برم روی کپی آف رندر، شاید اینجا گرید رو من باید آف بکنم که بهتر ببینید. اوکی، میتونیم ببینید که این یه دسته از کار منه و اون یکی دسته کار من هم اینه. میبینید که این دوتا دسته کنار هم دیگه چک کرد. پس ما الان خیلی ساده آرک هامون رو دسته بندی کردیم، ولی گفتیم که هر دوتا آرک بعد یک تعداد تقسیم بندی میشن. نگاه کنیم، گفتم بهتون تعداد تقسیم بندی یکیه، از لای تقسیم بندی ها ما انتخاب میکنیم. پس اگر من اینجا دارم از دیواید استفاده میکنم، اگر برای این یک دیوایدی انتخاب میکنم، برای اونم همون دیواید رو باید انتخاب بکنم. یعنی اگر من برای این دسته میزنم 11 تا تقسیم بشه، این یکی دسته هم باید 11 تا تقسیم بشه. از این لحاظ با هم دیگه فرقی نخواهد داشت و این 11 بین اینها مشترک. بعد از اینکه این 11 اتفاق میفته، من الان دیگه حتی پوینت هام هم دارم. بذاریم برم روی رندر ساده که بهتر ببینید. من پوینت هام هم دارم، این پوینت های سبز رنگی که انتخاب شدن پوینت های درس اون یکی آرک من هستن که وقتی میبینیمشون میبینیم که همشون انتخاب شدن، ولی ما اینجوری نمیخوایم. گفتیم دیگه اینجا، گفتیم توی این دسته ما این رو میخوایم و این رو میخوایم، آخر این داریم میگذاریم. تو دسته مقابل که این یکی آرک هست که هنوز انتخاب نشدن، برعکسه، این نقطه رو میخوایم و از شر این دوتا خلاص میشیم. برای اینکه این کار بکنیم، دوباره میتونیم از دیسپش استفاده بکنیم، ولی راحت‌ترش کال پترنه. کال پترن دسته اول ما خب قاعدتا باید اولیه رو انتخاب بکنه، دومیه رو انتخاب نکنه. پس من اگه اینجا به این پترن یه چیزی رو وصل بکنم، باید چی کار بکنم توی پترنش؟ بیام توی set multiple boolean بنویسم true، یه خط میام پایین تر بنویسم false و اوکی میکنم. میبینید که البته خب قاعدتا میبینید که از این ور شروع شده دیگه، یعنی چون اگه دقت کرده باشین آرکمون رو با اون ور کشیدیم و آرک از اینجا شروع میشه، میشه true false و به این صورت داره انتخاب میشه. من برم روی حالت کپی رندر که بهتر هم ببینیمشون. به این صورت داره انتخاب میشه. خب حالا اگه من بخوام که برای دسته بعدی این کار رو انجام بدم، یعنی برای این دسته بیام این کار رو انجام بدم، اولا که اگه دست نزنم بهش که خب دوباره همونجوری داره انتخاب میکنه، ولی من برعکس اونو میخوام. یه راه راحت بر برعکس کردن انتخاب، اینورت کردن. میبینید که الان دقیقا برعکس داره انتخاب میکنه، از خیر اولی و دومی داره میگذره، فقط داره از شر دست اولی و سومی داره میگذره، فقط وسطی رو انتخاب میکنه. پس خیلی ساده ما پوینت هامون هم کشیدیم بیرون و الان خیلی ساده میتونیم پوینت های عقبیمون رو پریویش آف بکنیم که فقط پوینت های خودمون رو ببینیم. نگاه کنیم این پوینت ها و این پوینت ها. حالا من اگه راحت بدون هیچ کاری بیام لاین بکشم که از بزرگه وصف بکنم به کوچیکه، میبینید که یکی از خطا رو کشیدم، یعنی یکی از اون خطا رو در آوردم. اون یکی خط من چجوری بود؟ اون یکی خط من از بالایی وصف میشد به پایینی، یعنی باید از این وصف بشه به این. نکنید از این باید وصف بشه به این، به جای اینکه از این اینجا صفرش باشه باید اینجا صفرش باشه. چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ خیلی ساده، شما میایین اینجا از یه شیفت استفاده میکنید. من اینو کم میکشمش این برتر که یکی از لاینای ما تولید شد. ما باید بیایم به این بگیم که انگار مثلا در مورد دیسپلی داریم صحبت میکنیم. اگر من بیام اینجا پوینت لیست رو بذارم و یه مقدار هم ابعادش رو بزرگ بکنم، میتونیم ببینیم که الان این صفره، این یکه، این دوه، این صفره، این یکه، این دوه. اگر بخواییم این رو صفر بکنیم که صفر این به صفر این وصل بشه، نیاز داریم به این که از یک چیزی به نام شیفت لیست استفاده بکنیم که به هیچ چیش هم دست نزنید، یعنی به شیفت لیست اصلا دست نزنید، بیاییم و پوینت لیستش بکنیم، میبینید که این صفر شده و این یک شده، ولی آخرش میاد اینم پنج میکنه. من دلم نمیخواد که این بیاد از چهار به پنج وصل بکنه و این پنج اینجا اضافه، من دلم نمیخواد که برگرد اول چند تا خط اضافی هم بکشه. پس 5 رو برای اینکه حذفش بکنیم، یعنی اینجا توی رپ میزنین اینورت و این 5 رو حذف میکنه. خب الان تازه فهمیدیم که این صفرمون اومد اینجا. اگر ما بیاییم با این شروع بکنیم و وصل کردن، ناکنیم این خطا رو داریم تولید میکنیم. میبینی؟ پس من راحت میتونم بیام و
اولا که اینو برش گردونم به حالت قبلی، بیام یه لاین دیگه بکشم، به پایینیش که دست نمیزنم، پایینیش همون میزنم بمونه، بالاییش رو به جای اینکه کال پترن باشه از این شیفت بس میکنم. و الان میتونید ببینید که این یه خط من، اگه برم روی حالت رنده این یه خط منه، من این پوینت لیست ها رو هم دیگه دیلیت میکنم، این یک خط منه، این هم یک خط منه. عذر میخوام. خب به این صورت و خیلی تمیز در اومدن اینا. اوکی برسیم سراغ این، فعلا به این کار نداشته باشیم. فعلا راه حل موقت ما برای اینکه این اتفاق نیفته، این آخر، اینه که ما اینو بکنیمش 12. ببخشید اینو نه، این اون تعداد تقسیماتی که اینجا کردیم، این اعداد فرد و به اعداد زوج باید تبدیل بکنیم، 13 رو باید بکنیم 14، این درست میشه. حالا این راه حل موقتشه. بعد از این نگاه کنید، من اینجا اینو دارم و به این صورت اگر برگردم سراغ کارم، میبینم که لاین اول و دوم رو تشکیل دادم. لاین سوم چهارم من چیه؟ اگه برگردیم عقب میتونیم ببینیم. نگاه کنین این دوباره بیاد به عقبیش وصل بشه. نگاه کنین اینجوری بودش که میومد این میرفت به جلویی وصل میشد، اینم میرفت به جلویی وصل میشد. وقت این نگاه کنین بعد بیاد به عقبیه وصل شه. این بعد بیاد به عقبیه وصل شه. چجوری میتونیم شیفت ها رو برعکس بکنیم؟ یعنی بهش بگیم که آقا برو به جای اینکه پاشی بری به جلویی، برو از عقبیه بردار. کاری که راحته براش، اولا که همه این مسیری که من دارم میام، نگاه کنین این رو دقیقا این چیزی که من دارم انتخاب میکنم و البته کاری که الان دارم میکنم، همش میتونید در داخل یه دونه ریلیتیو آیتم تمومش بکنید. یعنی با یه کامپوننت میتونید اینو تمومش بکنید، لازم نیست این همه کامپوننت بذارید. اما خب چون میخوام ساده براتون توضیح بدم، میخوام دست بدونید که چه جوری رفتار میکنه، نه اینکه سریع در این روش چیه. برای اینکه اون کارو بکنیم بعد یه مرحله برگردیم عقب، یعنی بیایم اینجا جایی که کرف ها رو انتخاب میکنیم. نکنیم از این کف شروع کردیم رفتیم جلو، با این کف شروع کردیم رفتیم جلو، میتونیم ببینید دیگه این آخریشه. من اگه به این بگم که آقا از شر این کرو خلاص شد دیگه، با این کف که شروع نمیکنی شما، که دقیقا بخوای یه خطای بعدی رو بکشی باید با این کرو شروع بکنی که بیای به عقب وزشی، پس بهش میگم یکی شیف شو برو جلو. یعنی اگر این کرو به جای اینکه این باشه دیگه از این شروع کن که بری عقب یارو وز کنی و برو جلو، همین، فقط یه بار شیف شو برو جلو. در مورد این یکی نباید این کار اتفاق بیفته، چون این خطی که این سبز رنگی که انتخاب شده جزء انتخاب‌های ما، یعنی باید این وز شه به این، ولی این بی مصرفه، باید یکی شیفت شه بره جلو. پس من خیلی ساده میتونم بیام یه شیفت بذارم دوباره مثل همون قبلی شیفت لیست، بیام اینجا بزنم، اصلا دستم نمیزنم، همون شیفت یک براش کافیه و رپش رو قاعدتا باید اینورت بکنم که اینو انتخاب نکنه و از این شروع بکنه. میبینید از این شروع دارم میکنم، برم روی حالت کپی رندر که بهتر ببینید، نگاه کنین از این شروع بکنم. و در مورد این یکی میتونین هم از خودش استفاده بکنین، همین که میتونین بیاین اینجا یه شیفت لیست بزنین، این کار مسخره ولی خب بهتر براتون توضیح میده. بیاین روی شیفتش بنویسین صفر، هیچ کاری نکنه، میبینین از این شروع میکنه، از این میره تا آخر، نیا کنین انگار همینه، فقط شیفت صفر شده. خب الان این دوتا رو داریم، بعد چیکار بکنیم؟ هیچ، اینا همش کپیه، یعنی اینا رو کنترل سی کنترل وی میکنیم میاریم پایین، همینجوری اینو به این وصل میکنیم، هیچ، همینجوری. و الان جواب کلیمونو میگیریم، یعنی ما اگه این کارو بکنیم میبینیم که جواب گرافتمونو میگیریم. اما یه مشکل کوچولو داریم وسط، یه مشکل خیلی کوچولو، اونم اینه که این بالا ما مشکلمونو با اون قضیه ای که تکرار میشد این تا حل کردیم، ولی اون تکرار اومد اینجا و اگر من این رو بکنمش یه عدد فرد که خودتون امتحان بکنید تو خونه، اگه عدد فرد بکنم توی پایینی مشکل حل میشه، اینجا مشکل حل میشه، برای بالایی تولید میشه. راه حلش اینه که بیاین یکم فکر بکنیم ببینیم که کجا مشکل داره، مشکل کجاست. مشکل اینجاست که من اگر بیام اینجا یکم جا باز بکنم، بیام اینجا رو نگه دارم، میبینم که من 7 آیتم دارم، توی این که نگه دارم میبینم 6 آیتم دارم، این یکی از این بیشتر داره. اگر من این رو برعکسش بکنم، اینم باز دوباره تو خودتون خونه انجام بدین، یعنی من اگه اینو بزنم اینجا انجام بدم دیگه چه کاری، 13ش بکنیم، این بالا این اتفاق میفته. یعنی میام با خودم میبینم که اگه روی کرو نگه دارم 7 آیتم دارم، اینجا 6 تا آیتم دارم، نشون بده دیگه اینجا 6 تا آیتم دارم، پس من باید از شر یکی از اینا خلاص بشم، تو پایینی این، تو بالایی این. خب
حالا که رو بالایی هستیم و مشکلمون تو بالایی هست، بریم با بالایی انجام بدیم. کاری که کاری نداره که میزنیم کال ایندکس، اینو وصلش میکنیم، اینجا مینویسیم کال ایندکستون رو، اینجا رایت کلیک میکنیم، مینویسیم -1 عزیزم، -1. از شر آخریه خلاص میشه و این رو وصل بکنیم به این آخر. همین کار انجام بدیم ببینیم مشکلتون حل میشه. در مورد پایینی هم باید دوباره همین کار انجام بدیم، ولی نه الان، خیلی مهمه. اگر الان انجام بدین ارور میگیرید. نکنیم، من اینو کپیش میکنم پایین. نکنیم، من اگر الان این کار انجام بدم ارور میگیرم. نکنیم چه اتفاقی داره میفته، این بلبشور چیه اینجا. نکنیم این نباید الان اتفاق بیفته. راه حل این که انتخابش رو به عهده شما بذاریم برای از اتفاق افتادن، استفاده از چیزی هست به نام استریم فیلتر. استریم فیلتر کارش اینه، میگه که آقا ببینید عدد زوج یا فرد، برای این کار میایم از ماژول استفاده میکنیم. ماژول برای فرد و زوج بودن باید به دو تقسیم بکنیم و این رو میایم وصل میکنیم به عنوان ترو و فالس به گیت. خب الان که 13 به 2 تقسیم بزی نیست، جوابش 1ه باقی ماندش. وقتی 1ه باید بیای از این بالایی استفاده بکنیم. خب پس من میام اینو میذارمش اینجا، میگم بله وقتی جوابش 1 بود همین اینو باید به عنوان جواب وصل بکنی، ولی اگر جوابش 0 بود اینو وصل بکن دیگه، کال نکند توش. حله و اینو وصل میکنید اینجا. خب این که الان مشکلی پیش نمیاد، همینو میارین کپیش میکنیم پایین. همینو این ورودی هاشو دیسکانکت میکنین، دقیقا برعکسش میکنین، میگین وقتی 1 بود سراغ این نرو، سراغ خودش برو، وقتی 0 بود سراغ این برو و بیا وصل بکن به کانت. دقیقا برعکس اون اتفاقی که اون بالا افتاد، این پایین بعد بیفته و این میاد به اینجا وصل میشه. اون موقع شما هر موقع که نگاه کنین، هر موقع که الان اینجاتون درسته، وقتی که اینو بکنینش 14 هم اینجاتون درست خواهد. این هم یه روش خوب برای این که این رو در اصل کنترل بکنیم. بریم سراغ آخر کارمون که دیگه در اصل کار رو باید ببندیم. اینجا از ویو استفاده میکنیم. ویو میاد از هر کدوم از این دسته ها یکی رو انتخاب میکنیم، چون اینها به صورت زیگزاگیان، یکی از این، یکی از این، یکی از این، یکی از اینه. به پترنش هم دست نزنیم اتفاقی نمیفته. باید با لیست صفرتون اینجایی که اولیه رو داره انتخاب بکنیم. پس این میره تو صفر، این میره اینجا. مهمه دیگه، اینی که اول بود باید بره تو صفر و بعد بالای سریش. و به این صورت برای پایینی هم دقیقا به همین رفتار، یعنی پایینیه میاد به صفر وصل میشه، بالاییه میاد به یک وصل میشه. و اینجا هیچی براتون دست، اینها رو پشت سر هم دیگه قرار میده و راحت میتونیم بیاین اینجا از دستور لافت استفاده بکنین و به این وصل بکنین. لاف بهتون ارور میده، علتش اینه که خب این یه خطه، ولی خط رو میشه به حالت مثلثی اومد و تبدیلش کرد. فقط باید این روی دست آپشن لاف بیاین اینجا نرمال رو بکنیم استریت، یک ریبیلدی هم بزنیم با 10 تا براتون بکنه. اینجا میاین روی لاف میزنیم استریت و ریبیلدش هم میزنیم بکنه. میتونیم ببینید که الان براتون انجام میده. علتش چیه؟ علتش اینه که هر دو تا خطی که میبینه میگه خب اوکی، من میتونم یه مثلث تشکیل بدم، دوباره اینجا میتونم یه مثلث تشکیل بدم و الی آخر. میبینید که یک سری مثلث تشکیل داده. برای دیدن بهترش هم کاری نداره، اینجا از یک دست کاستوم پریویو استفاده میکنی من اینا پریویوش آف میکنم. میتونیم ببینیم مثلث، حتی میتونیم ببینید که مثلث وقتی تشکیل میشه به علت اینکه صفحه تخته دیگه نمیتونه روی اون آرک باشه و میبینید که این حالت شکسته فولد رو همین الان داریم میبینید. به علت چی؟ به علت اینکه من وقتی از استریت لافت استفاده میکنم مجبور صفحات تخت مثلثی تشکیل بده و صفحات تخت مجبورم برای تشکیل شدن روی همچین فرمی بشکنم و این دقیقاً همون فضای لافت رو برای ما تشکیل میده. خب من اینجا در اصل میام و اینم که قرار دادم و از اینجا به بعدش میشه اینکه ارتفاع اینها رو بسنجیم. برای ارتفاع هم گزینه راحتی داریم ما. اینجا الان من یه مثلث دارم،
بیام اینجا و مثلا اینجا خودم مثلث رو بکشم، مثلث همین مثلثی که اینجاست. این یه ابعادی داره در جهت x که حالا میخوایم این رو در اصل کنترل بکنیم دیگه، این x قرار کم بشه. وقتی این x کم میشه خود زاویه یعنی دست این مثلثه که نمیتونه کوچیک بشه، که این زاویه رو شما دارین کوچیک میکنین، مجبور این نقطه بلند بشه، یعنی این نقطه مجبوره که ارتفاع بگیره. پس این x داره توسط ما کوچیک میشه، این مجبور ارتفاع بگیره یه مقدار آلفایی، برای اینکه این مقدار که ما در نظر گرفتیم، گفتم بتونیم مقدار مهمه چون مقدار اولیه ما ثابت بمونه، یعنی این x. پس این استپ ما اینجا معنی میده. نگاه کنیم، من این رو نمیتونم دست بزنم، این باید ثابت بمونه، پس این x ما به اندازه آلفا باید بلند بشه که این x ثابت بمونه، که این استپ رو من بتونم کوچیکش بکنم. مثلا وقتی استپ رو اینقدر میکنم، این ارتفاعش باید اینقدر بشه که این x من ثابت بمونه. پس این میشه آلفای من میشه x2 منهای استپ 2 رادیکالش. خیلی ساده است دیگه. اینجا بود که برام مهم بودش که شما در اصل چقدر در نظر میگیرین این استپ ها رو. یا کنین استپ من اینجا مهم بود، من این رو میکشم اینجا، این استپه که برام مهمه. مثلا شما با خودتون میگین که آقا مثلا همین مثلا 3 برای اخ زیاد بگیم 3 مثلا برای من جواب جذابیه. خب من این 3 رو باید بکشم پایین، بگم که 3 رو وقتی به توان 2 میرسونی، یعنی وقتی که اسکوئر میگیری ازش، اسکوئر میگیری ازش به توان 2 میرسونی، بعد از چی کمش بکنی؟ منهای چی باید بکنی؟ منهای استپ. الان فعلا استپ 2ه، یعنی این از من خودش کم بکنی صفر میشه، برای همینم ارتفاع اون نقطه صفر باقی میمونه. پس من این رو از این استپ منه، این ولیوی منه که 3 که ثابته، من به این دست نمیزنم، و این رو از این وقتی کمش میکنی، این رو از این که کمش میکنی، حالا فعلا که جواب صفره، و اینو ازش یک اسکوئر روت میگیرین، یعنی یه رادیکال میگیرین. خب این میشه در اصل مقداری که این باید ارتفاع بگیره. ارتفاع رو چجوری میتونین تنظیم بکنین؟ کاری نداره، مثلا با این لاین بالایی که به سه جا وصل میشه، این لاین رو اگه آفستش بکنی، آفست کروش بکنی، میزان آفست شدن میتونین ببینین. مثلا به آفست به درون شده، نگاه کنین به درون آفست شده. من راحت میتونم اینو نگاتیوش بکنم و بیام بهش این مقدار اسکوئر روت رو وصل بکنم که فعلا صفره، و بیام این رو جایگزین بکنم با جاهایی که این رفته، یعنی به اینجا. آخه وقتی فلتنش هم باید بکنید داداتون رو به اینجا و به اینجا. اوکی هله، همینقدر دست کافیه برای شما. و اینجا وقتی که من میام و استپ رو کمترش میکنم، نگاه کنید از زاویه بغل به قضیه، اگه برم روی حالت رنده، از زاویه بغل نگاه کنید که من وقتی که این رو استپ رو در اصل از 3 کمترش میکنم، نگاه کنید چه اتفاقی میفته، این داره جمع میشه برای اینکه ثابت بمونه و اون مثلث ها مثلث های ثابتی باقی بمونه، و این رو دوباره وقتی بزرگش میکنید نگاه کنید دوباره داره پهن میشه. خب این به این صورت داره رفتار میکنه، و به نظر من دیگه کار شما یه کار کاملا پارامتریک هستش که کاملا قابلیت تنظیم شدن توسط اجزای شما رو داره. یعنی الان شما میتونید بیاین سراغ این کانتتون برای اینکه بسنجین که چند تا آبجکت داشته باشین. ببینید اینجا میتونم بسنجم چند تا آبجکت داشته باشم، با در اصل این ولیو میتونید بازو بسته شدنش رو بسنجین، با در اصل اینو که دست نمیزنین. اینجا یه گزینه دیگه هم داریم به نام کانت، این هم گزینه یه که در از وقتی ما بین اینها ما میاییم و از دستور دست تعداد کمتر استفاده میکنیم، میبینید که به این صورت در میاد و فرمای جذابی میتونیم با تعداد تقسیماتتون خلق بکنید. میتونیم ببینیم و به این صورت دست کار رو کنترل بکنیم، و البته که میتونیم با آرک هم باش بازی بکنیم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه و ازش استفاده بکنید تو کاراتون. من دیگه سعی کردم تا اونجایی که میشد واضح براتون توضیح بدم و به بهترین نحو از موضوع رو بشکافم. امیدوارم که دست سلامتی خوشی باشین و از کرونا هم به دور باشین. تا دیدار بعدی، خدا نگهدارتون.